سلام پسرای عزیزم، به زنگ علوم زنگ آخر خوش اومدید. امروز میخوایم درس سوم علوم مواد اطراف ما کتاب‌ها رو از شما سوال کنیم. ما قبلا توضیح دادیم که فصل سوم به چه صورته، در مورد چه چیزایی گفته و کتاب‌کار علوم خیلی به شما کمک میکنه که اطلاعاتی که شما دارید کامل‌تر باشه و شما اون نوشته ها رو میتونید بخونید و به سوالاتی که ما از شما میپرسیم به راحتی پاسخ بدیم. خب اگر آماده هستین، اونایی که آماده هستن دستاشون رو بالا میبرن، از اونا میپرسیم، بعد بقیه بچه ها پرسش رو انجام میدیم. پس با نام خدا ما پرسشمون رو شروع میکنیم. پسرای باهوش و گلم آماده هستین؟ خب ببینم اینایی که میخوان جواب بدن دستاشون بالا باشه. آقای رهبری شما میخوای جواب بدی دستت بالا؟ من ما دستمون از زنگ قبل بالا مونده بود. خب اصلا دیگه باید جواب بدی، چون پرسیدم گفتم اونایی که میخوان جواب بدن دستشون بالا باشه. آخه علوم رو نیاوردی. علوم رو چیه؟ اصلا نباید کتاب علوم جلوتون باشه چون تقلب حساب میشه. آقای بسوالی احوالی از داوودی بپرسم. آقای داوودی بله، حالت بهتره بسرم؟ بله. چی شده بود؟ حالت بد شده بود؟ چی؟ چرا حالت بد شده بود؟ از دیشب حالم یه ذره بد بود. دیشب خدا رو شکر که الان بهتری. یه بار دیگه میگم، اونایی که آمادگی دارن علوم ازشون بپرسن دستشون بالا باشه. آقای دانیال حسنی، آقای حسنی کجا رفتی؟ روحام رضوانپور، حسین سقفی. خب آقای روحام، بله. دوستان کسی نیاد. به چه موادی مایه میگوین؟ موادی مایه میگوین شکل مشکل در هر ظرفی ریخته میشود به شکل همون ظرف در میآیند. فرق بین مایه ها و گاز ها چیه؟ مایه رو تو هر ظرفی بریزیم شکل ظرف رو به خودش میگیره، ولی گاز در همه جای اطراف ما هست. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن Yeah.
الفلاح. هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله آره شده تو خیلی جایز میاد فرق میان مایه و دارت رو یه بار دیگه بگی مایه رو در هر جرف بریزیم شکل اون جرف رو به خودش میگیره اما گاز همینجا پخش میشه داری آقای ثقفی به چه مواد جامد میگن؟ موادی که شکل ظرف به خودشون نمیگیره و خود شکلی داره. بله. میتونی یه مثال واسه جامد بزنی؟ یخ. هر یک از گازهایی که میگم میتونه در زندگی روزمره فایده ای دارن استفاده میشه گاز متان برای پخت و پز گاز اکسیژن برای نفس کشیدن آقای رضوان بود بله تبدیل شدن جامد به مایع بله آخرین سوال روحام وقتی شمع رو روشن میکنیم چی میشه؟ در اثر گرما اون ذوب میشه مرسی پسرم خیلی خوب بود آقای ثقفی در هوا مقدار که به دلیل چی؟ آب‌های روی زمین میشه. مایع وقتی بهش بخار میخوره بخار میشه میره تو هوا. به اون بخارش چی میگن؟ تبخیر. آخرین سوالش آیا مواد همیشه به یک حالت میمانند؟ نه حالتاش چی میشن؟ تبخیر بله میعان ذوب بله تبخیر ذوب انجماد مرسی پسرم خیلی خوب بود آقای شام سبیلی آقای دانیل خب آقای شبیلی بله به چه موادی گاز میگم پسرم توی هوا پخش شد کامل به من توضیح بده موادی که از خودشون موادی که تو هوا مثلا باش نفس بکشی خب موادی که از خودشون
شکل و رنگ نداره. شکل و رنگ نداره و در همه جا پخش میشه. باید کامل بگی. میتونی یه مثال بزنی گاز مثل چی؟ مثلا گاز اکسیژن. اکسیژن بود. میتونی نفس بس بکشی. هوا یک حالت گازی شکل از ماده در کجاها وجود داره هوا؟ تو همه جا. همه جا. آقای دانیال. بله خانم. به چه موادی مایع میگن؟ موادی که شکل مشخصی ندارن و توی هر ظرفی بریزین شکل همون ظرف رو به خودشون میگیرن. بله. مثل چی؟ یه مثال میزنی؟ مثل آب، میوه، آب، نوشابه. حالت‌های مختلف مواد رو برای من نام میبری؟ حالت گاز، مایع، جامد. گاز، مایع، جامد، انجماد، ذوب. حالت های مختلف نام ببر. سه تا حالت داریم. اون سه تا حالت مواد رو بگو. آها. جامد، مایع، گاز. جامد، مایع، گاز. وقتی ازتون سوال میکنن لطفا فقط به دوربین نگاه کنید. آقای شوبری به من بگو ببینم پسرم. کدام دسته از مواد زیر به ترتیب جامد، مایع و گاز هستن؟ میتونی برای ما خودت مثال بزنی؟ سه تا مثال بزن که جامد، مایع و گاز توش باشه. اصلا با مثال کتاب کاری نداریم. خودت بگو. به دوربین نگاه کن لطفا. جامد مثل چی؟ مثلا این تراش جامده. خب مایع مثل چی؟ آب. گاز مثل چی؟ گاز مثل گاز اکسیژن. مثل ما نفس بکشیم. تراش، آب، اکسیژن. درست بوده؟ بله. مرسی پسرم، خیلی خوب بود. آقای دانیال. بله خانم. دانیال در کدام یک از موارد زیر دو تا تغییر حالت اتفاق میفته؟ یخ بستن آب، نرم شدن شکلات، درست کردن شمع، ناپدید شدن استون داخل ظرف. کدوم دو تا تغییر رو توش نشون میده؟ درست کردن شمع. درست کردن شمع. آخرین سوالت رو من جواب بده. گاز هلیوم چه کاربردی داره؟ گاز هلیوم مثلا گازی که توی بادکنک هستش گاز هلیومه. بله مرسی پسرم، خیلی خوب بود، ممنون از شما. آقای بهراد حاجی رضا. آقای داوودی. آقای بهراد حاجی رضا. آقای داوودی. آقای بهراد، حالت‌های مواد رو به ما میگی؟ به دوربینم فقط نگاه کنید. حالت‌های مواد رو برای ما نام ببر بهراد. صدا رو نمیشنوی؟ بهراد من صدا تو ندارم. صدا رو نمیشنوی؟ از سیستم خارج شو، دوباره بیا. آقای بهراد حاجی رضا صدا رو نمیشنوی؟ از سیستم خارج شو، دوباره بیا. گلی حسار به جاش میاد. آقای داوودی. آقای داوودی بسرم، حالت های مواد رو برای ما نام میبری؟ مایع، جامد، گاز. مایع رو برای ما تعریف میکنی؟ به چه موادی مایع میگن؟
به موادی که مایه میگن که شکل مشخص از خودش نده و در هر ظرف میفته میشه شکل همون ظرف رو به خودش میگیره. فرق بین مایعات و گاز ها چی هم؟ فرق بین مایع و گاز ها گاز شک آرسم سب کن نوبتت بشه بگو. گاز به همه جا پرنده پخش میشه و شکل معینه از خودش نشه و رنگ بو هم نده، رنگ شکل هم نده. بله ولی مایه در همه جا پخش نمیشه و در ظرف که ریخته میشه شرفا ظرف ها به خودش میگیره. ظرف به خودش میگیره. بله آقای گلی حصار وقتی نوبتت میشه من صدا به شما میدم، متوجه شدی؟ بله. آقای گلی حصار به من بگونم چه موادی گاز میگن پسرم؟ به مواد دیگه به دور اطرافمون پخش میشن مثل گاز کربن دیوکسید که برای خاموش کردن آتش استفاده میشه. از گاز میگیم از خودش شکل و رنگی نداره و در همه جا پراکنده میشن. تبدیل شدن مایع به گاز رو چی میگن؟ مایع به گاز مثلا مایع مثل آب رو تصور کن تبدیل به گاز بشه بهش چی میگن؟ منو نگاه کن دوربین. تبخیر. من شنیدم کسی بهت گفت قرار خودت جواب بدی نمره بگیری، درسته؟ آقای آرسام فقط چشم به دوربین باشه، هیچ جای دیگر رو نگاه نکن لطفا. آقای آرسام گلی حصار پسر من بگو ببینم در قسمت بالای شیشه چه ماده‌ای وجود داره وقتی که خالی باشه اون قسمت؟ گاز. گاز وجود داره. بله آقای داوودی تبدیل شدن مایع به جامد رو چی میگن؟ مایع به جامد انجماد. بله ممنون از شما، خیلی خوب بود آقای داوودی. آقای گلی حصار حالت گازی شکله در کجا وجود داره؟ در شب وجود داره مثل گاز، مثل هوا. خب در کجاها وجود داره گاز یا همون هوا؟ در همه جا. در همه جا. فرق بین مایعات و گازها رو به ما میگی؟ چه فرقی با هم دارن؟ مایعات مثلا توی ظرفی بریزیم شکل اون ظرف رو به خودش میگیره، ولی گاز شکل چیز رو به شکل ظرف رو بهش خودش نمیگیره و در همه جا پخش میشه. مرسی پسرم، خیلی خوب بود. آقای بهراد حاجی رضا ببینیم صداش درست شد. بهراد صدا درست شد؟ صدا میاد؟ بهراد و آرسس الان که صدا تو خوب نداریم که بهراد، علامت قطعی اینترنت داری. اینایی که قطعی اینترنت دارن تو واتساپ ازشون میپرسم. بهراد الان میشنوی؟ بله. آقای بهراد حالتهای مختلف مواد رو نام ببر.
بهراد من نمیتونم تصویر تو خوب ببینم با صدا تو، از شما توی واتساپ میپرسم. آقای آرسس و آقای سید پارسا. آقای آرسس، حالت های مختلف مواد تو پسرم نام میبری مثل چه چیزایی هستن؟ مثل جامد، مایع و گاز. خب به چه موادی جامد میگن؟ به موادی که شکل ظرف رو به خودش نمیگیره و شکل مشخصی داره. مثل چی؟ مثل جامدادی. جامدادی. آیا مواد همیشه یک حالت دارن؟ نه. حالتشون چی میشه؟ انجماد، ذوب، نه حالتشون تغییر پیدا میکنه. آقای سید پارسا، جامد رو برای ما تعریف میکنی؟ به چه موادی جامد میگن؟ جامد شکل مشخصی داره و در هر جایی بذاریمش شکل تغییر نمی کنه. مثل چی؟ مثل جامدادی، مثل ماشین حساب، مثل کتاب، مثل کامپیوتر. مثل تراش، مثل پاپکون. آیا مواد همیشه یک حالت دارن؟ نه. تبدیل مایع به جامد رو چی میگن؟ تبدیل مایع به جامد انجماد. آقای آرسس، در کدام یک از عبارت‌های زیر مربوط به گلاب نیست؟ به شکل ظرف در می‌آید، یک ماده مایع است، در اثر گرما تبخیر می‌شود، حالت آن مانند بخار آب است. گزینه آخر. گزینه آخر، یعنی حالت آن مانند بخار آب است، اشتباهه. مرسی آقای آرسس، بسیار عالی. آقای سید پارسا، با حرارت دادن شکلات می توانیم آن را از حالت چی به حالت مایع تبدیل کنیم؟ با حرارت دادن شکلات می توانیم آن را از حالت جای خالی به حالت مایع تبدیل کنیم. اول حالت چی شکلات؟ جامد به مایع. جامد به مایع. بله مرسی، بسیار عالی. اینایی که جواب دادن دستاشون رو بردارن. اینایی که جواب دادن، آقای درویشی، آقای رهبری. آقای درویشی، حالت‌های خانم مواده چی؟ حالت‌های حالت های مایع، حالت های مواد، مواد جامد، مایع، گاز. جامد برای جامد از خود شکلی داره و جامد دیگه بدون دیگه جامد مثل چی؟ از مثلا این پاکون جامده. خب شکلی از خود ثابت نداره. فرق بین مایعات و گازها. بله به دوربینم نگاه. گاز تو همه جا پخش میشه، شکلی نداره دیگه. مثلا مایعات از خود شکلی نداره، در هر ظرفی بریزی شکل ظرف رو میگیره.
از فرقش میشه اون در همه در همه میشه گاز مایا شکلش رو میگیره تغییر تغییر میشه درسته؟ آره تبخیر شدن مایع به گاز چی میگن؟ تبخیر شدن مایع تبخیر چی؟ تبخیر مرسی پسرم ممنون آقای رهبری آقای رهبری صدا میاد صدا میاد دوربینو بس کن بس شد داری میبینی دیگه حالتهای مختلف مواد رو نام ببر رادین جامد مایع گاز مایع رو برای من تعریف میکنی مایع چیزیه که به هر تو هر ظرفی بریزی شکل اونو میگیره مثل چی؟ مثل آب شربت هر یک از گازهایی که میگم ببینم چه کاربردی دارن گاز کربن دیوکسید تو بادکنک گاز کربن دوربینم نگاه کن دوربینه خانم چیزیه که باش غذا میپزن؟ نه اون گاز متانه آقای پرهام جواب بده رادین گوش کن این پرهام چی میگه پرهام گازهایی که میگن بگو چه کاربردی دارن گاز کربن دیوکسید گاز کربن دیوکسید برای غذا درست کردن گاز کربن دیوکسید رادین چه دوربین تو گرفتی؟ گاز کربن دیوکسید آقای رهبری آقای سید پارسا به پرهام بگو ببینم گاز کربن دیوکسید چه کاربردی داره کردن آتیش یه بار دیگه خاموش کردن آتیش فهمیدی پرهام بله و آتش نشان ها ازش استفاده می کنن برای خاموش کردن آتش گاز متان چه کاربردی داره؟ گاز متان برای غذا درست کردن غذا درست کردن آقای رهبری شنیدی دوستت چی گفت؟ گاز کربن دیوکسید برای خاموش کردن آتشه فهمیدی؟ آقای پرهام بهیرایی شما به چه موادی گاز میگن برای ما تعریف میکنی؟ پرهام صدا نداری؟ به چه موادی گاز میگن؟ به موادی که شکل ندارن، رنگی ندارن، بوی ندارن، همه جا هم پخش میشن بله مثل چی؟ مثل گاز اکسیژنی که باش نفس میکشیم وقتی شمع رو روشن میکنیم چه اتفاقی میفته؟ ذوب میشه، جامد میشه، تبخیر میشه؟ ذوب میشه جامد میشه در اثر اتفاق افتادن عمل انجماد چه حالتی از ماده اتفاق میفته وقتی یه چیزی انجماد داره، انجماد میشه؟ مایع به جامد خب اون حالتش در نهایت چی به دست میاد؟ جامد جامد مرسی پسرم خیلی خوب بود فقط گاز کربن دی اکسید دقت کن آقای رهبری دستتو بردار جلو دوربین خب کتابت هم میبینم که جلو بازه و راحت ببن کتابتو خوب موقع تنظیم کردی آقای رهبری فرق بین مایعات و گازها رو به ما میگی؟ گاز چیزیه که تو همه جا پخشه رنگ و شکل و بو هم نداره کسی نمیتونه حسش کنه ولی مایع چیزیه که تو هر ظرفی بریزیم
اون شکل اون ظرف رو میگیره و هم بو داره، هم شکل داره، هم رنگ داره. بله. تو به من بگو ببینم مقدار بخار آب در هوا وجود دارد چجوری تبخیر میشه؟ خانم یه بار دیگه میگیم. اون مقدار بخار آبی که در هوا وجود داره چجوری تبخیر میشه؟ مایع به گاز. چجوری تبخیر میشه؟ در اثر گرمای زیاد. آره، تابش آفتاب. وقتی تابش آفتاب به سطح دریاها میزنه، اون تابش آفتاب باعث بخار شدن آبها میشه. آقای رهبری، آخرین سوال شما، تبدیل شدن جامد به مایع رو چی میگن؟ ذوب، میعان. بالاخره چی؟ جامد به مایع. جامد، میعان. میعان اصلا یعنی چی؟ ذوب. میعان یعنی ذوب؟ یکی از معنی های ذوب دیگه. نه، جامد به مایع. مثلا شکلات رو در نظر بگیر، شکلات رو بهش آبش میکنی میشه مایع. یعنی چی میشه؟ ذوب میشه. پس جامد به مایع یعنی ذوب. رادی خوب نبود؟ حالا خوب بودم. نه خیلی خوب نبودی، خوب بودی. من فکر کردم میان هم ذوبه ولی اینو میدونستم. اگه میخوندی میفهمی، فکرتو به تو برای خودت باید بری مطالعه کنی. آخه مامانم و خواهرم بهم گفتن میان همون ذوبه. شما من یه کتاب رو نخوندی؟ چرا؟ از اونا هم سوال کردن گفتم میان همون ذوب میشه. اون فیلمی که من برای شما فرستادم اونو نگاه کردی؟ بله. اون توی اون میان رو کامل توضیح داده بود. برو دوباره اون فیلم رو نگاه کن. چشم. خب آقای امیر مهدی جنوبی، آقای مهدی، آقای امیر مهدی به من بگو ببینم حالتهای مختلف مواد نام ببر. خانم خیلی صداتون بد میاد. حالتهای مختلف مواد را نام ببر. حالتهای مواد دو. بله. جامد، مایع، گاز. جامد، مایع، گاز. به چه موادی جامد میگن؟ به چیزایی که شکل خاصی داره و در هر ظرفی بریزی شکل اونو نمیگیره. به این میگن گاز. گاز خانوم خیلی صداتون کم میاد. اصلا من متوجه نمیشم. میگویند. به چی گاز میگویند؟ گاز میگویند. به موادی که نه شکل داره، نه بو داره، نه رنگ داره و در همه جا وجود داره. به من بگو ببینم چند تا گاز رو برای من مثال بزن. دود و بخار. گاز کربن دی اکسید چه کاربردی داره؟ برای آتش خاموش کردن. آقای مسیح زمانی، فرق بین مایعات و گازها رو برای من نام ببر. امیر مسیح فعلا مونده مال تو. حالا فرق زمانی. بله. فرق بین مایعات و گازها. مایع و گاز چه فرق وقتی که ما میخواییم وقتی ما میخواییم آب رو بزنیم تو بریزیم تو اونجایی که باش چای درست میکنن، بعدش میشه مایع، تبدیل میشه به گاز. نه، چه فرقی داره مایع و گاز با هم دیگه؟ چه فرق؟ مایع چیه، گاز چیه؟ هر کدومو جدا جدا بگو. گاز یه چیزیه که نه احساسش میکنیم، نه باش میتونیم نفس بکشیم، دیگه میشه باش گاز. گاز همه جا هست ولی پیدا نیست، هیچیش معلوم نیست. پس گاز موادیه که در همه جا پخش میشود.
مایعات چی هن؟ مایعات چیزی که هر جا میزی شکل هم نمیده. پس فرق مایعات و گازها در اینه که هر دو پخش میشن، اما مایعات شکل اون ظرف رو میگیرن، اما گازها در همه جا پخش میشن. بله؟ بله. باید کامل جواب بدی مستی که نمره بگیری. وقتی که مایه رو آقای مستی. بله. آیا مواد همیشه به یک حالت میمانند؟ نه. تبدیل شدن مایه به جامد رو چی میگن؟ مایه به جامد؟ ذوب. نه، تبخیر. مایه به جامد رو چی میگن؟ مثلا آب تبدیل بشه به جامد رو چی میگن؟ میگن تبخیر. مایه به جامد. آقای زنوبی به ما جواب بده. تبدیل مایه به جامد. زنوبی. مایه به جامد. آره. مایه به جامد. دوربین رو نگاه کن. امیر مهدی دوربین رو نگاه کن. آب رو تصور کن تبدیل به جامد شده، بهش چی میگن؟ مایعان. مایه به جامد. مایه به جامد. آهان الان فهمیدم، فکرم گفتیم جامد به مایه. خب الان جواب چی میشه؟ من دارم بلند میگم که شما بشنوی، یا دارم داد میزنم، یعنی بلندم نمیگم. مایه به جامد میشه انجماد. آها انجماد. آقای امیر مهدی آخرین سوالی تو بپرسم. امیر مهدی جواب دادی خیلی خوب، جواب ندادی خوب. من به ترتیب از شما میخوام جامد، مایه و گاز رو برای من مثال بزنی. جامد مثل جامد خیلی داریم، رنده، کتاب، مدال، پاکون. جامد، مایه، گاز. مایه مثل آب. گاز هم مثل دود و هوا. امیر مهدی برای خیلی خوب میذارم، ولی سریع بعد باید با تمرکز بیشتری جواب بدیم. ممنون. ممنون از شما. آقای مهدی زمانی. آقای زمانی پسر گلم، حالتهای مختلف مواد رو نام میبرید. من انقدر برای امیر مهدی داد دادم که صدام رفت بالا. حالتهای مختلف مواد. مواد چند تا حالت دارن؟ سه حالت. خب بهم میگی اون سه حالت رو. یکی مایه، گاز، انجماد. نه ببخشید، جامد. میتونی مایه رو چیز، میتونی گاز رو برام تعریف کنی؟ بله. گاز یه چیزیه که مثل هوا میمونه، باش نفس میکشیم، مثلا میتونیم بریم تو آب ازش نفس میکشیم. اونایی که مریضان با گاز نفس میکشن. خب از خودشون خیلی دارن ندارن این باید کامل بگی، یعنی از خودشون شکلی دارن یا ندارن. چی؟ بله گازا چی دارن؟ گازا شکل دارن یا ندارن؟ شکل؟ نه ندارن. پس باید کامل بگی، بگی گاز به موادی میگوین که از خود شکل و رنگ ندارن و در همه جا پخش می شون. آقای مسیح زمانی به من بگو ببینم بسرم، هر یک از گازهایی که میگم بگو چه کاربردی دارن. گاز متان. گاز متان برای
هواست، مثل هوا، یعنی ازش اکسیژن میگیریم. ازش اکسیژن میگیریم؟ بله. گاز متان برای پخت و پزه؟ غذا. گاز هلیوم برای چیه؟ مثل بادکنک، بالون. آقای مسیح، شما نمره خوب گرفتی، خیلی خوب نگرفتی، باید بیشتر دقت کنی، متوجه شدی؟ سری بعد با آمادگی بیشتر بیا لطفاً. آقای زنوبی که گفتیم، آقای بهراد که اینترنتش ضعیفه ولی بازم سعی میکنیم. آقای سام حیاتالین و متین. سام حیاتالین و متین. سام بلند شو بشین قشنگ. سر کلاسی. بعد با پوششم جوری بیای که بتونیم ما توی تصویر شما رو داشته باشیم. خب. آقای سام و آقای درگی هم تصویرشو بس کنه. سام به چه موادی مایه میگن؟ من بگم؟ بله. به چه موادی مایه میگن؟ بله. اصلا مایه رو برام تعریف کن. از خودشون شکل مشخصی نداره. خب. دوربین رو نگاه کن. آها. و در هر ظرفی بریزی شکل همون ظرف رو به خودش میده. مثل چی؟ مثل آب، مثل شربت، نوشابه. خب. به من بگو ببینم پسرم، هر یک از این گازهایی که میگم چه کاربردی دارن؟ گاز اکسیژن؟ همین گازی که تنفس میکنی، نفس میکشی. گاز هلیوم؟ برای بادکنک و بالون. برای بادکنک. آیا مواد همیشه یک حالت دارن؟ همیشه یک دورن؟ تغییر نمی کنن؟ نه. اصلا تغییر نمی کنن مواد؟ مثلا گرما بدیم، سرما بدیم؟ تغییر می کنن. تبدیل مایه به گاز رو چی میگن؟ مایه به گاز. مایه به گاز چی؟ مثلا مایه رو تصور کن مثل آب و تبدیل به گاز بشه، به اون چی میگن؟ انجماد میگن، تبخیر میگن، ذوب میگن. چی؟ انجماد. مایه به گاز رو میگن تبخیر. وقتی آب بخار میشه میره هوا، تبخیر میشه دیگه، تبدیل به گاز میشه. متین تصویری تو بس کن. آقای سید سام حیات العین. آقای سید سام به من بگو ببینم، وقتی شمع رو روشن میکنیم چه حالتی اتفاق میفته؟ یواش یواش آب میشه. خب به اون آب شدن چی میگن؟ ذوب. آفرین، ذوب. یه سوال دیگه میپرسم، جواب دادی خیلی خوب، جواب ندی خوب. فرق بین مایعات و گازها رو به ما میگی پسرم؟ گاز از خودش شکل مشخصی نداره، نه بو داره نه رنگ. مایه در هر ظرفی بریزی شکل همون ظرف رو به خودش میگیره. جامد. نمیخوام ستاشو بگی، فرق بین مایه و گاز رو فقط بگیم. مایه و گاز. آره. مایه بگیم هر دوشون پخش میشن، درسته؟ اما مایه توی شکل اون ظرف رو میگیره، اما گاز در همه جا پخش میشه، درست شد؟ مرسی، خیلی خوب بود. فقط اون قسمت تبدیل مواد رو بیشتر دقت کن سید سام. اینقدر برای امیر مهدی داد دادم دیگه تون صدام رفته بالا. خب آقای متین درگی و آقای حاجی رضا فعلا موندن. این دو نفر علامت قطعی اینترنت داشتن، از بقیه سوال شده، فقط این دو نفر موندن. خب آقای حاجی رضا ببینیم، بهراد الان صدا رو داری؟ بله. حالت‌های مختلف مواد رو نام می‌بری؟ جامد. خب. مایه.
جامد رو برام تعریف میکنی؟ جامد. به چه موادی جامد میگن؟ خب بهراد من اینجوری نمیتونم صدای تو رو خوب داشته باشم. الان بهراد گوش کن. الان تصویری تو و متنی رو میگیرم ازتون میپرسم توی واتساپ. متوجه شدی؟ توی واتساپ تصویری الان شما و متین درگیو میگیرم. خب پسرهای گلم به خاطر که میخوام از این دو نفر سوال کنم الان 12:01 دانش آموزان همه خیلی خوب گرفتن جز دو نفر که خوب گرفتن به اونا هم گفتم این دو نفری که خوب گرفتن باید من نتونم بهراد زنگ بزنم بهراد خودم باید تماس بگیرم لطفا زنگ نزن فعلا توی اسکایروم هستیم وقتی اسکایروم تموم شد اون وقت من بعدش میام از شما و متین درگی میپرسم خب پسرای گلم اونایی که خیلی خوب جواب دادن احسن به اونا اونایی که نمره خوب گرفتن باید تلاش کنن که سری بعد اون نمره خوبشون رو تبدیل به خیلی خوب کنن الان گلیم گرفتن برای همه مهدی داد دادم خب پسرای گلم و فصل سوم رو تموم کردیم هم قسمت کتاب و موقعی که ازتون میگن که به شما میگن که مثلا میخواد علوم رو بپرسید هم باید خود کتاب علوم رو بخونید هم باید کتاب کار علوم رو بخونید هر دوتاش رو باید بخونید که فقط بیایید فقط خود کتاب کار رو بخونید یا فقط کتاب بخونید کافی نیست از موقعی که از شما سوال پرسیده میشه هر دوتا کتاب باید شما مطالعه کنید ما در فصل سوم جامد مایع گاز رو داشتیم تبدیل مواد رو داشتیم و هر کدوم رو کامل به شما توضیح دادیم شما باید یاد بگیری وقتی به شما میگن که مثلا گاز چیه جامد چیه مایع چیه بتونی اونو کامل جواب بدی این که بگیم مثلا گاز یعنی هوا پخش میشه باید یاد بگیری که کامل مثلا بگی به موادی که از خود شکل و رنگی ندارن در همه جا پخش میشن به این مواد گاز میگن بعد بیای مثالشو بگی چون شما در کلاس 4 و بالاتر که بری باید متنتو کامل بنویسی که نمره بگیری همیشه اینجوری نیست که شما شفاهی یعنی همجوری بخوای صحبت کنی باید شروع کنی به نوشتن مثل فارسی که می‌نویسی اون وقت بخوای کامل ننویسی نمره کاملی شما دریافت نمی‌کنی خب اینجا اگر کسی سوالی داره دستشو ببره بالا اگر کسی سوالی نداره من باید تصویری با متین درگی و بهراد حاجی رضا صحبت کنم آقای دانیا شما صحبتی داری بله خانم میخواستم بگم میشه یه چیزتان بگم الان وقتش نیست دانیا روز شنبه و چهارشنبه آقای زنوبی خانم الان من میتونم من بیرون نه من باید اعلام کنم آقای زمانی بچه دستتون بالاست یعنی سوالی داری صحبتی داری آقای زمانی خب پسرای گل کلاس چه تموم میشه؟ چی؟ کلاس همین بود صحبته پسرای گلم خسته نباشی امروز خیلی عالی بودین هم روانکانی خیلی خوب بود هم علوم خیلی خوب بود جز دو نفر که باید حساب تلاش کنن چون همه کلاس ما همه خیلی خوب باشن میدونم همه شما باهوش هستید فعال هستید یه مقدار دقت و تمرکزتون رو بیشتر کنید الان به دیه استراحت کنید یه غذایی بخورید بعد با دقت تمرکز و انرژی تکالیفتون رو بنویسید تکالیف نوشتن نسبت به سری قبل خیلی خیلی خوشخط‌تر می‌نویسن آفرین به شما خیلی خیلی با دقت‌تر می‌نویسن احسن به شما از شما میخوام که همه شما عالی و خیلی خوب باشید همتون رو خیلی دوست دارم زنگ و اینجا اعلام می‌کنم خسته نباشید خدا نگهدار خب من اینجا اینو ببندم و برم سراغ تصویری که باید از بچه ها بگیرم